سه پنگوئن. سه پنگوئنی که دست به دست هم دادن و از هم دیگه حمایت میکنن. این سمبول و لوگوی یک سازمان هلندی به اسم وکلا برای وکلا است که 25 سال پیش برای حمایت از وکلایی که در کشورهای مختلف مورد تهدید و سرکوب قرار دارن تشکیل شده. روز 15 آوریل 2011 سازمان وکلا برای وکلا تولد 25 سالگیشو در آمستردام جشن گرفت. توی این مراسم جایزه هم برای یکی از صدها وکیلی که در یک جایی از دنیا مورد تهدید و سرکوب قرار داشته در نظر گرفته شده بود. 9 وکیل از کشورهای مختلف از جمله ایران کاندید دریافت این جایزه شده بودند. و اما برنده این جایزه وکیل زیمبابوئی الک موچه داهاماست که بارها در دفاع از موکلینش دستگیر و زندانی شده. هیئت داوران از بین کاندیدا الک را انتخاب کرد چرا که اولا بارها مورد تهدید و سرکوب قرار داشته و دوما به این دلیل که با وجود خطراتی که براش هست کشورش را ترک نکرده و هنوز به امدادرسانی حقوقی در زیمبابوه ادامه میده. توی این مراسم وکیل ایرانی محمد مصطفی هم شرکت داشت و جزو شرکت کنندگان در میزه گرد این مراسم بود. ایشون در میزه گرد از جامعه بین المللی وکلا درخواست کرد که هیئتی رو به ایران بفرستند تا در مورد وضعیت وکلا تحقیق بکنه. همین باعث شد که از ایشون دعوت کنیم که در زمان تنفس این برنامه گفتگویی به فارسی با ما داشته باشه و گزارش از این جلسه بده. وکلای دادگستری در حال حاضر کارشون مرز نمیشناسه، چون امروز وکلا در مورد کشور هلند صحبت نمیکردن، در مورد نقش وکلای دادگستری در تمام کشورهای جهان صحبت میکردن و قصد بر این بود که مصوبه ای رو، یک متنی رو به سازمان ملل ارجاع بدن و سازمان ملل اون متن رو به تصویب برسونه و در حال زمینه سازی برای تصویب چنین مصوبه ای برای وکلای دادگستری هستن و نقش اونها در برقراری عدالت. وکلای دادگستری شرایط و موقعیت هاشون در کشورهای مختلف متفاوت است. در وهله اول وکلای دادگستری میباید استقلال داشته باشن. وکلای دادگستری میباید از آزادی بیان برخوردار باشن و بتونن صدای موکلینشون رو به گوش کسانی که میتوانند کمک بکنند برسونند. کشورهای اسلامی همچون سوریه، سودان و یا حتی ایران ما اون استانداردهایی که در این کشورها وجود داره رو نمیبینیم. کار وکلای دادگستری در کشورهای پیشرفته، کشورهایی که استانداردهای بین‌المللی نقش وکلای دادگستری رو در دادگاه‌ها پیاده میکنن و اجرا میکنن، با آنچه که من تا به حال در ایران دیدم و شاهدش بودم بسیار متفاوت هستش، که وکیل دادگستری از حقوق متهمین دفاع میکنه ولی عقیده داره بر این که هر فردی و در هر شرایطی، چه سیاسی چه غیر سیاسی، نیاز به حمایت حقوقی و قضایی داره و این حمایت‌های حقوقی و قضایی در بسیاری از کشورهایی که ناقص حقوق بشر هستند از جمله ایران